سرخط خبرها. نشست علمای افغانستان، اندونزیا و پاکستان در برگور اندونزیا. اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون انتخابات در مورد نصب استیکرها روی کاپی تذکیره ها. و نگرانی سازمان ملل در مورد حمله بالای مراکز ثبت نام رای دهندگان در بخش‌های مختلف کشور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، به خبر شش از نگاه خوش آمدید. امروز جمعه 21 ثور 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 11 ماه می سال 2018 میلادی. مشروع خبرها. نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا امروز برگزار شد. این نشست سه جانبه علمای سه کشور پس از بحث روی مشکلات جاری در جهان اسلام به خصوص در افغانستان با صدور قطعنامه پایان یافت. علمای این سه کشور ضمن محکوم کردن حملات انتحاری و انفجاری و دیگر فعالیت‌های هراس افغانی از تمامی گروه‌های مخالف مسلح در افغانستان خواستند که به گفتگوهای صلح بپیوندند. آنان همچنان از بسته پیشنهادی صلح حکومت افغانستان حمایت کرده، گفتند که آماده اند در این راستا همکاری کنند. نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا صبح امروز در شهر بوگور اندونزیا برگزار شد. این نشست به هدف بحث روی تأمین صلح و ثبات در افغانستان با سخنرانی جوکو ویدیودو رئیس جمهور اندونزیا آغاز شد و بعد از ظهر امروز با سخنرانی معاون رئیس جمهور آن کشور به پایان رسید. علمای سه کشور در پایان نشست با صدور قطعنامه خشونت و تروریسم را به شدت محکوم کرده و بر صلح و اخوت اسلامی تأکید کردند. در این قطعنامه آمده است که صلح امر الهی است و بر هر مسلمان واجب است که از این دستور الهی پیروی کند و تمامی مشکلاتشان را در روشنی قرآن کریم و سنت نبوی حل و فصل کنند. علمای این سه کشور همچنان از بسته پیشنهادی صلح حکومت افغانستان استقبال کرده و حمایتشان را از آن اعلام کردند. این علمای دین در این قطعنامه با اشاره به فراهم شدن شرایط لازم برای صلح در افغانستان از تمامی گروه ها خواستند مذاکرات مستقیم را با حکومت افغانستان آغاز کنند. در این قطعنامه آمده است که علمای امت اسلامی به خصوص علمای اندونزیا، افغانستان و پاکستان که از تمامی مشکلات کشورهای اسلامی باخبرند می توانند برای صلح و همبستگی در جهان اسلام به شکل خاص در افغانستان نقش فعال داشته باشند. این علما همچنان تأکید کردند که خشونت و تروریسم باید با هیچ دین، ملت، تمدن و قوم ارتباط داده نشود، زیرا افراطیت خشونتبار و تروریسم در تضاد با اصول دین اسلام قرار دارد. آنان همچنان ضمن اعلام حمایت از پروسه حکومت افغانستان آمادگیشان را برای همکاری با این پروسه اعلام داشتند. کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته است که پس از این واجدین شرایط رایدهی می توانند با کپی تذکره خود را ثبت نام کنند. مسئولان این کمیسیون می گویند که پس از مشوره های گسترده با اقشار مختلف جامعه از جمله احزاب سیاسی و بزرگان اقوام برای مسئولیت شهروندان کشور این تصمیم را گرفتند. در همین حال رئیس این کمیسیون می گوید که برای شفافیت انتخابات و جلوگیری از تقلب تدابیر جدی و گزینه های مختلف را روی دست گرفتند. به دنبال نگرانی های مردم و شماری از احزاب سیاسی در مورد خطرات و پیامدهای نصب استیکرها روی تذکره ها، سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت که بعد از این استیکرها روی کپی تذکره های تابعیت نصب شود. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به دنبال مشوره های گسترده با اقشار مختلف از جمله احزاب سیاسی، بزرگان اقوام و جامعه مدنی به خاطر مسئولیت جان مردم این تصمیم را گرفتند.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پس از این واجدین شرایط رایدهی می توانند با کپی تذکره خود را در یکی از مراکز ثبت نام کنند. با گفته وی در روز انتخابات واجدین شرایط رایدهی کپی تذکره تصدیق شده خود را همراه با تذکره های اصلشان آورده و از حق رایدهی مستفید شوند. مردم افغانستان است که زندگی اونا برای کمیسیون مستقل انتخابات مهم است. این تصمیم و خواست نهادها و احزاب سیاسی و تمام مردم افغانستان بوده و برای کمیسیون مستقل انتخابات این مسئولیتش است که مشکلات برای مردم اضافه نکنه بلکه صورتها را برای اونا فراهم بده. اکثر که اونا از برچسب میترسه یا خود در خطر میبینه، مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات است که برای اونا یک مخ پیدا کنه. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای شفافیت انتخابات کمیسیون تدابیر لازم را اتخاذ میکند تا جلو ثبت نام‌های متکرر گرفته شود. با گفته این کمیسیون افرادی که بیشتر از یک بار ثبت نام کرده باشند در صورت شناسایی از حق رای دادن محروم خواهند شد. پرشان کار میکنه که چرا کم از این تکرار ثبت نام باید جلوگیری صورت بگیره. روش‌های متعددی را ما پیش بینی کردیم که اینا ان شاء الله با بعد از اون روش ها از این مشکلات که از این ایجاد میشه جلوگیری خواهد شد. قرار بود پروسه ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایت به تاریخ 23 ثور به پایان برسد، اما این کمیسیون دیروز پروسه ثبت نام رای دهندگان را برای یک ماه دیگر تمدید کرد. نصب سکه در کپی تذکره، تمدید زمان ثبت نام رای دهندگان و بیشتر شدن مراکز توزیع تذکره تابعیت از خواستهای جدی مردم بود که طی جلسات گسترده از سوی مردم با استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان شریک ساخته شده بود. استاد خلیلی بعد از جمع‌آوری پیشنهادات مردم در جلسه‌ای که در ارگ برگزار شده بود این پیشنهادات را با رئیس جمهور غنی شریک کرد و رئیس جمهور نیز وعده عملی شدن این پیشنهادات را داد. مسئولان امنیتی میگویند که پلان امنیتی برای تأمین امنیت بهتر مراکز ثبت نام انتخابات تجدید و توسعه یافته است. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه میگوید در جلسه هماهنگی که به منظور آمادگی برای برگزاری انتخابات عصر دیروز برگزار شده بود، روی تدابیر بهتر امنیتی مراکز ثبت نام رای دهندگان انتقال مواد انتخاباتی به ولایات بحث کردید. بر اساس خبرنامه مسئولین امنیتی گفتند که با توجه به تمدید زمان ثبت نام رای دهندگان پلان امنیتی برای تأمین امنیت بهتر مراکز ثبت نام و انتخابات تجدید و توسعه یافته است. اعضای کمیسیون انتخابات افزودند که مدت زمان ثبت نام رای دهندگان در شهرها الی ختم مدت زمان این پروسه در ولسوالی ها تمدید شده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که حمله بر مرکزهای ثبت نام رای دهنده ها در کشور حمله به دموکراسی است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در یک اعلامیه گفته است از آغاز روند ثبت نام رای دهنده ها بدین سو 23 حمله و حادثه امنیتی مرتبط به انتخابات را ثبت کرده است. به گفته یونما این حملات ها باعث کشته و زخمی شدن 271 غیر نظامی در کشور شده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش تازه اش را در مورد مشکلات فراراه برگزاری انتخابات پیشرو تحت عنوان روند ظهور حوادث مرتبط به انتخابات در افغانستان نشر کرده است. در این گزارش آمده است که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا حالا 23 حادثه امنیتی مرتبط به انتخابات در این اداره ثبت شده است که از اثر آن 271 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش بیشتر این افراد در رویداد دوم ثور که در یک مرکز توزیع تذکره در غرب کابل صورت گرفت کشته و زخمی شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که حمله بر مرکزهای ثبت نام رای دهنده ها حمله به دموکراسی است. من از این حملات که به طور عمدی غیر نظامیان را هدف قرار میدهند که در جستجوی استفاده از حقشان برای رای دهی بر مبنای قانون اساسی هستند متاثر شدم.
این حملات بر تسهیلات انتخاباتی چیزی نیستند جز یک حمله بر دموکراسی. از 23 حادثه امنیتی مرتبط به انتخابات که از سوی یونما ثبت شده است، 10 مورد آن شامل تهدید، آزار و اذیت و ارعاب توسط عناصر مخالف حکومت بر علیه استادان و رایدهندگان می باشد. در این حال نماینده ویژه سازمان ملل متحد گفته است که سازمان ملل متحد همراه با جامعه بین المللی به حمایت از پروسه انتخابات در افغانستان به رهبری افغانها متحد می مانند. خشونت های مرتبط به انتخابات باید به همه یادآوری کند که تلاش ها در جهت صلح در افغانستان نمی تواند کنار گذاشته شود. راه پیشرو نباید بر یک راه حل نظامی تکیه کند، بلکه باید به یک پروسه دموکراتیک اتکا نماید. و من یک بار دیگر از طالبان می خواهم تا پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را بپذیرند، در انتخابات شرکت کنند و گفتگوهای مستقیم با حکومت را برای پایان دادن به رنج مردم افغانستان آغاز کنند. توقف حملات از سوی مخالفان مسلح بالای مراکز ثبت نام رایدهندگان و توزیع تذکره، اجازه دادن به شهروندان کشور به خاطر اشتراک در انتخابات، اتخاذ تدابیر جدی امنیتی از سوی حکومت در مراکز ثبت نام رایدهندگان و اتخاذ تدابیر فوری برای کاهش خطرات بالای افراد ملکی از پیشنهادات مهم دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به حکومت و مخالفان مسلح دولت می باشد. نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور هزاران نمازگزار در مساجد و مصلی های کشور برگزار شد. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه با اشاره به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان در مورد فضیلت و ویژگی های این ماه صحبت کرده و از حکومت به خصوص مسئولان امنیتی خواستند تا در تأمین امنیت شهروندان کشور به خصوص در این ماه بیشتر از پیش تلاش کنند. آنان همچنان بر اشتراک گسترده مردم در انتخابات ولسوالی جرگه و شوراهای ولسوالی ها نیز تأکید کردند. شهروندان کشور با حضور گستردهشان در مساجد و مصلی های کشور نماز عبادی سیاسی جمعه را در فضای اخوت و برادری ادا کردند. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه با اشاره به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان در مورد فضیلت و ویژگی های این ماه صحبت کردند. آنان همچنان افزایش ناامنی ها در کشور را یکی از نگرانی های جدی مردم دانسته و از حکومت به خصوص مسئولان امنیتی خواستند تا در تأمین امنیت شهروندان کشور به خصوص در ماه مبارک رمضان بیشتر از پیش تلاش کنند. ملت روزدار، مردم عابد و خدا پرست در امنیت و آرامی بپردازند به عبادت خداوند متعال. دولت مردان مخصوصاً در ماه مبارک رمضان و برای همیشه برای تأمین امنیت شهروندان کارهای اساسی را باید انجام بدهند. خطیب نماز جمعه مسجد دهسبز کابل بر اشتراک گسترده مردم در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاکید کرده گفت که باید برای تحقق اهداف و آرمان های شهدا باید همه در این پروسه ملی سهم فعال داشته باشند. اگر در این میدان کوتاهی کنیم، اولین که در برابر خون شهدا، اونهایی که برای تحقق عدالت جان دادن، برای تحقق عدالت آواره شدن، برای تحقق عدالت بیوه شدن، برای تحقق عدالت یتیم شدن، اگر شما این مسئله را دست کم بگیرید، در برابر اونها فردای قیامت مسئولیت دارید. یک و دوم، نسل‌های بعدی همونطوره که در مورد گذشتگان ما و شما فعلا قضاوت می کند، در حق ما و شما هم قضاوت خواهند کرد. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه و شهروندان کشور برای تحکیم و تقویت وحدت ملی بین مردم و تأمین صلح و ثبات در کشور نیز دعا کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با جوزف ووتل قماندان قماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو کرد.
ارک در خبرنامه میگوید که در این دیدار دو جانب روی استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، مبارزه با تروریسم، روند اصلاحات در سکتورهای امنیتی و دفاعی کشور و امنیت انتخابات بیشرو بحث و تبادل نظر کردند. جنرال ووتل در این دیدار ضمن تأکید بر افزایش همکاری‌های بین دو کشور اطمینان داد که دولت آمریکا در کنار دولت و مردم افغانستان باقی خواهد ماند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا خواستار قوای مسلح کوچکتر اما آموزش دیده و بهتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در نبرد بر ضد طالبان شد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید که با درک وضعیت در افغانستان، استراتژی جدید نظامی ایالات متحده در آن کشور به افزایش قوای کارآزموده افغان حتی به بهای کاهش عمومی شمار قوا تمرکز دارد. او تأکید کرده است که توجه بیشترشان را عطف کیفیت قوای افغان کردند. جوزف دنفورد لوی درسیز عمومی قوای مسلح آمریکا نیز در این جلسه استماعیه کماندوهای افغان را که از سوی مشاوران خارجی عمدتاً نظامیان آمریکایی آموزش می‌بینند، مؤثرترین نیروی نظامی در قوای مسلح افغانستان خواند. آقای دنفورد نیز ادامه مأموریت آموزشی و مشورتی قوای خارجی را به سربازان افغان در کار افزایش قوای نخبه و ورزیده افغان حیاتی شمرد. نبود امنیت یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه قابله ها در هرات است. شماری از قابله ها در مراسم گرامی داشت از روز قابله می گویند به دلیل مشکلات امنیتی آنها با دشواری های زیاد در ولسوالی ها خدمات صحی را ارائه می کنند. از سوی هم مقام های محلی هرات با تایید مشکلات امنیتی در ولسوالی ها از تلاششان برای رسیدگی به این مشکل سخن می زنند. شماری از قابله های فعال در هرات اینجا در مراسم گرامی داشت از روز قابله گرد آمدند. اینان میگویند نبود امنیت در ولسوالی ها و مناطق دوردست یکی از جدی ترین مشکلات آنها می باشد. در شرایط کنونی قابله در حالتی کار میکنه که واقعا از لحاظ امنیتی، از لحاظ کار در مشکلات زیادی قرار دارن. نبود کار، پایین بودن ظرفیت کاری در ساحاتی که حتی از لحاظ امنیتی خود ارگانهای دولتی حتی در اوج حضور یافته نمیتونن، قابله به خاطر کمک و دسترسی به مادران و کسانی که واقعا مشکل صحی دارن اونجا شرکت میکنن. مشکلات اصلی و اساسی قابله ها اینه که اینا بعد از صنف 12 دو سال که میخونن دیگه جلوی تحصیل برای از اونا باز نیه. ما رزومند ازی هستیم که یونیورسیتی در کنار انستیتوتای علوم صحی افتتاح بشه. تا چند سال پیش افغانستان در شمار کشورهایی بود که در آن بیشترین میزان مرگ و میر مادران وجود داشت. با آغاز کار قابله های مسلکی و رفتن آنها به ولسوالی ها و مناطق روستایی، میزان جان باختن مادران تا حد زیاد کاهش یافته است. ما توانستیم که تعداد زیاد قابله ها بر اساس تعهد فارغ بکنیم و می لحظه که من خدمت شما عرض می کنم ما تمام مراکز صحی ولسوالی ها ما حداقل دو نفر قابله در اینجا توظیف است و خدمات مادری مسئول انجام میده که مشکل در قسمت نداریم. فعلا قبلا که بود و وقتی که قابله صاحبا به ولسوالی ها کار نمی کردن تعداد مرگ و میر مادران و نوزادان زیاد بود. از وقتی که فعالیت قابله صاحبا ما به ولسوالی ها و منطقه های ناهم شده تقریبا 100% به 90% معاون والی هرات که در این مراسم اشتراک کرده مشکلات فراری آنها را میپذیرد، اما از تلاش حکومت برای از میان رفتن مشکلات امنیتی قابله ها و دیگر کارکنان صحی سخن میزند. با ما از اونا تعهد دادن که حتما این موضوع را از طریق بخشای امنیتی خوب پیگیری میکنه و موضوع بعدی هست که بعضی از مشکلات در خود شفاخانه نسایی ولادی داریم که ما اور هم تحت پوشش گرفتیم و جلسه فوق العاده بودیم، با مسئولین بخش صحت صحبت کردیم، با اینجوا صحبت کردیم و این موضوع جلسه با دفتر بانوی اول هم حتی مطرح کردیم، با مرکز هم مطرح کردیم که یک سری از مشکلاتی که اینا داخل شفاخانه نسایی ولادی هم هست مرفوع بسازیم.
همکنون در تمامی ولسوالی ها، مناطق دوردست و مناطق روستایی هرات قابله ها خدمات صحی را عرضه می کنند. در جریان سالهای پسین 1500 قابله در انستیتیوت علوم صحی هرات و مراکز آموزشی عالی خصوصی آموزش دادند و بیش از 2000 قابله در این ولایت فعالیت دارند. گزارش از وضعیت آب و هوا. این هم چند خبر از خارج کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که بعد تاریخ 12 جون با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار میکند. رئیس جمهور آمریکا در پیام توییترش نوشته است که دیدار وی با رهبر کره شمالی در سنگاپور صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا در پیام توییترش نوشته آمریکا با کره شمالی میکوشد تا این دیدار را لحظه بسیار خاص برای صلح جهان بسازند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا یک روز پیشتر با رهبر کره شمالی دیدار کرده و روز پنجشنبه سه زندانی آمریکا را که در کره شمالی در زندان بود با خود به آمریکا آورد. دونالد ترامپ پس از دیدار با سه فرد آزاد شده به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در خصوص چشمانداز دستیابی به توافق با کره شمالی با اشاره به کیم جونگ اون گفت می‌خواهد دست به کار شود و کارش را به دنیای واقعی برگرداند. پیش از این کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دستور به توقف آزمایش‌های موشکی و اتمی آن کشور زد و وعده داده بود که به کار مهمترین تأسیسات آزمایش هسته‌ایش نیز پایان می‌دهد. ارتش اسرائیل نقشه پایگاه‌های ایران در سوریه را که چهار شنبه شب مورد حمله قرار گرفتند منتشر کرد. ارتش اسرائیل می‌گوید این حملات پس از پرتاب موشک از سوی نیروهای ایرانی مستقر در سوریه به بلندی‌های جولان اشغالی انجام شده است. بنیامین نتانیاهو با تایید عملکرد ارتش این کشور ایران را به عبور از خط قرمز متهم کرد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات اسرائیل به اهداف در سوریه را به شدت محکوم کرده و آن را نقص آشکار حاکمیت سوریه و اقدام تجاوزکارانه خوانده است. وی تاکید کرده است که حملات اسرائیل به سوریه به بهانه های خودساخته و بی‌پایه و اساس صورت گرفته است. کاخ سفید با وجود خروج ایالات متحده از برجام خواستار آن شد که بازرسی مراکز هسته‌ای ایران همچنان ادامه داشته باشد. یک مقام برجسته دولت این کشور روز پنجشنبه گفت آمریکا انتظار دارد ایران همچنان به اجرای پروتکل الحاقی و همکاری با آژانس انرژی اتمی ادامه دهد، چی توافق هسته‌ای این کشور برجا بماند یا خیر. یک مقام دیگر آمریکایی نیز تأکید کرد که واشنگتن همچنان پیگیر بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران است. از سوی دیگر رئیس جمهور ترامپ گفته است که اگر ایران برنامه‌های اتمی خود را از نو آغاز کند باید انتظار عواقب نامعلوم آن باشد. رهبر ایران در روز 9 ماه می گفت اقدام آمریکا نشان می‌دهد که این کشور به تعهدات خود پابند نیست و سوال نمود که در چنین حالت آیا می‌توان بالای متحدین آمریکا در اروپا اعتماد کرد؟ توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی که در سال 2015 به امضا رسید سبب شد تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران متوقف شود و ایران نیز در برابر متحد شد برنامه هسته‌ای خود را محدود کند. روسیه فروش احتمالی سیستم دفاع ضد هوایی S-300 به سوریه را
رد کرد. یکی از دستیاران رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش مشغول مذاکره با دولت بشار اسد برای فروش سامانه دفاع ضد هوایی S-300 به دمشق نیست. دستیار رئیس جمهور روسیه گفته است به نظر او روسیه نیاز به این حملات، به این سلاح‌ها ندارد. این در حالی است که ماه گذشته رسانه‌های روسیه به نقل از مقامات آن کشور از فروش و انتقال احتمالی سامانه S-300 به سوریه خبر داده بود. این موضوع دولت روسیه تنها چند روز پس از سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو مطرح شده است. در پی یک تماس تلفنی پلیس استرالیا جسد 4 کودک و 3 فرد بزرگسال را در یک مزرعه در غرب استرالیا کشف کرد. پلیس قربانیان را روز جمعه در مزرعه در نزدیکی تاکستان جنوب شهر پورت واقع در غرب استرالیا پیدا کرده است. جسد 5 تن در داخل خانه و یک پیکر دو قربانی دیگر در محوطه مزرعه پیدا شده است. تا به حال هویت این کودکان قربانی منتشر نشده است. با وجود پیدا شدن دو قبضه سلاح گرم در نزدیکی محل وقوع جرم و وجود جراحات ناشی از شلیک گلوله در بدن قربانیان، پلیس میگوید بررسی های اولیه نمیتواند این دو سلاح را به عنوان عامل جرم معرفی کند. مقامات پاکستانی گفتند که آنان محدودیت‌های متقابل را بر دیپلمات‌های آمریکایی در اسلام آباد وضع کردند. این اقدام اسلام آباد پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده دست به اقدام مشابه در برابر دیپلمات‌های پاکستانی مقیم واشنگتن زد. در نامه‌ای که حکومت پاکستان به سفارت ایالات متحده در اسلام آباد فرستاده است، آمده که محدودیت گشت و گذار دیپلمات‌های آمریکایی سر از روز جمعه در آن کشور تطبیق می‌شود. قبل از این ایالات متحده دیپلمات‌های پاکستانی مقیم آمریکا را ملزم کرد تا برای سفرهایی که بیشتر از 40 کیلومتر از سفارت آنان فاصله دارند، 5 روز قبل درخواست اجازه سفر از مقامات آمریکایی به دست بیاورند. تا حال انگیزه اقدامات واشنگتن و اسلام آباد در برابر همدیگر واضح نشده، اما این کشمکش های دیپلماتیک چند هفته پس از آن رخ می دهد که پاکستان مانع خروج یک دیپلمات آمریکایی از آن کشور شد. این دیپلمات آمریکایی متهم به کشتن یک پاکستانی در اثر یک حادثه ترافیکی در اسلام آباد می باشد. مقامات پاکستان از انفجار بمب در یک منطقه واقع در شمال غرب این کشور خبر داده که در این انفجار یک پلیس کشته و 13 تن دیگر هم زخمی شدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. یکی از مقامات پلیس پاکستان گفته که این بمب در یک موتورسایکل جابجا شده بود که در هنگام عبور پلیس در شهر کوهاد در شمال غربی پاکستان منفجر شده است. و افزود پلیس در حال بررسی است که این بمب ساعتی بوده و یا با قابلیت کنترل از راه دور داشته است. بر اساس گزارش ها وضعیت 13 تن از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده است. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما کردید. سپاسگزارم از وقت بخیر. خدا نگهدار.